سلام، من مهراد نصرتی، آهنگساز و خواننده با موزیک نوا مهمون خونه هاتون هستم. امیدوارم از مصاحبه من لذت ببرید. خانم آقایون سلام، خوش اومدید به موزیک نوا. با هنرمند عزیزی میخوام صحبت کنم که از قضا ایشون از دوستان بسیار خوبمه. شما آثار ایشون رو با صدای خواننده های صاحب نام و خیلی خوبی شنیدید. خانم ها آقایون، مهرداد نصرتی. آقا خیلی خوش اومدید. قربون شما، سپاسگزارم از دعوت شما. متشکرم. مهرداد جان از کجا شروع کنیم؟ از جا خوبه، از جایی که فکر میکنی احساس خوبی میادم. من دلم میخواد از این نقطه شروع کنم که شما کار موسیقیایی رو از کجا شروع کردید؟ از کی وارد عرصه تخصصی موزیک سازی شدی؟ والا شروع کردن موسیقی برای من خیلی داستان عجیب غریبی داره. من این ذره باید راحت تر باید حرف بذارم. میدونیم خواهش. من موسیقی رو خب به حال خانواده‌مون همه علاقمند موسیقی بودن. پدر مادرم، خواهر برادرم تقریبا حالا همه از من کوچیک‌ترن، ولی همه‌شون علاقمند موسیقی هستن و ساز می‌زنن. ولی از بچگی معلم اول موزیک من مادرم بود، همیشه با لالایی‌هایی که می‌خوند و آهنگایی که بعدا متوجه شدم که همه رو خودش می‌ساخت، موتیفایی که برای ما می‌خوند برای آرامش، یا بابام وقتی آهنگای قدیمی که می‌خوند مثل آهنگ تو ای توتی زیبا برو پیش نگارم، فکر میکنم آهنگ قاسم جبلی باشه، همیشه تو ذهنم. خیلی دوست داشتم، دوست داشتم و همیشه اینو پیگیری میکردم و بچه خیلی شلوغ و سرتقی بودم به قول معروف. و از همون سالها، حتی خب دوران جنگ بود و من در یک مجموعه که ارکستر نظامی به حال تدریس میکردم و سازهای بادی و چوبی رو درس میدادم، من اونجا بیشتر موسیقی مارش و نظامی یاد گرفتم و این قصه باعث شد که اصلا توی همون سن 12-13 سالگی به جبهه برم و با گروه ارکستر نظامی مثلا در تمام مناطق جنگی من همه جا برنامه اجرا کردم. من و برادرم هر دوتامون با هم دیگه کار میکردیم و این بود که از اینجا شروع شد دیگه یه اتفاقات. من از همون سالی که شروع کردم به ساز زدن، ساکسیفون سوپرانو زدم، ساکسیفون آلتو. سال 66 تو مقطع راهنمایی تو مسابقات رامسر نفر اول ایران شدم بعد از 3 سال. خیلی فراگیری خوبی داشتم توی ساز. فلوت زدم، کلارینت زدم و بعد کم کم دیگه با سازهای کلاویه‌ای آشنا شدم. پیانو زدم، کیبورد زدم، سازهای سنتی یاد گرفتم، سنتور، ستار، تنبک. اینا رو همه رو توی دوره‌های متفاوتی خیلی سریع، چون علاقه من بودم، همه رو تجربه می‌کردم، تست می‌کردم و خیلی هم خوب جواب می‌داد همشون، خوشبختانه. و این شد که دیگه عرصه آهنگسازی رو دیگه کم کم انتخاب کردم، چون سرود خون بودم بیشتر توی اون دوران. متداولش این بود که سرود اجرا بشه و چیزی به عنوان موسیقی پاپ یا حتی شاید بگم حتی موسیقی سنتی یا ارکسترال اصلا وجود نداشت به این شکل، چون دوران جنگ واقعا شرایط سختی بود. اما به تدریج کم کم وارد تئاتر شدم و موسیقی تئاتر خیلی به من کمک کرد که شناخت بهتری نسبت به موسیقی تصویر و موسیقی خاصی که خودم دوست دارم بهش برسم. موسیقی خاص من و چیزی که خیلی دوست دارم موسیقی تصویر و سینماست که خیلی علاقه مندشم. مهرداد نصرتی، زنده یاد ناصر عبداللهی و خلق آثاری بسیار زیبا و نوستالژیک. قربان تو. از آشناییتون، از کار کردنتون با هم و از اثر زیبا و نوستالژیک ازم نخواباتو بمونم برامون بگید. اون آهنگ دیگه تقریبا آخرای دورانی بود که دیگه ناصر با ما زندگی میکرد. من بزرگ شده همدانم، من بچه شهرستانم و از سال 74 تهران اومدم. البته متولد تهران هستم و سال 59 با خانوادمون رفتیم همدان و برگشتیم. ناصر هم همین شکل از بندرعباس اومده بود. هر دوتاییمون کاملا درک میکردیم زندگی بچه های شهرستان تو تهران. سال 76 یکی از دوستانم به من زنگ زد، گفت دوستی هست که میخواد سازهاشو خونه یه موزیسین بذاره که بره یه چند روزی مسافرت رو برگرده. بچه بندرعباس هم هست. گفتم که خب بیاره، حتما این کارو بکنیم، سازاشونو بیارم. شب زنگ زدن و دوست من همراه با ناصر عبداللهی اومدن خونه ما، کیبورداشو گذاشت پیش من، گفت چند روزی بمونه پیش من، میخوام برم بندرعباسو برگردم. این شد سرآغاز دوستی ما و رفاقت ما تا
آخرین لحظه‌ای که تهران بود. ازم نخوا با تو بمونم. ازم نخوا با تو بمونم آهنگی بود که البته خیلی خاطره شاد بامزه داشته باشه. من این آهنگو فکر میکنم سال مثلا 81-82 ساخته باشم فکر میکنم، اما سال 85 تقریبا تو اون آلبوم اومد. من این آهنگ وقتی ساختم یه اتودی بود برای یکی از خواننده های بچه های شهرستان بود، اونم دوست ما. این اتودو زدم و خوندم، دیدم خیلی آهنگ خوبی شده. زنگ زدم به خانم لاریپور که ترانه‌سرای این کار هستن، سلام هم عرض میکنم اینجا خدمتشون. گفتم که این کارو ساختم گوش کنم، گفت واقعا عالی شده، ندی به کسی الان این کارو. گفتم که باشه، کارو نگه میدارم. کارم نگه داشتم، برای ناصر زنگ زدم. ناصر کنسرت رفته بود، کیش بودن فکر میکنم، که گفت این آهنگو حتما دوست دارم بخونم و حتما نگهش دارم. منم باز بلافاصله بعد یه آهنگ دیگه میساختم و دوستمون رو چهار تا جمله میساختم که بابا این چه شعریه، این چه چیزی، اصلا اینو دوست نداشته باش، یه چیز دیگه رو گوش کن. که آهنگو به حال نگه داشتیم برای ناصر و اتفاق جالبی بود که برای ناصر وقتی خون یه جورایی شاید میشه گفت ناصر یه حدیث نفسی رو توی این آهنگ داره در تو با خودش میگه که اصلا من واقعا من نه بهش فکر کرده بودم، نه اصلا میدونستیم، نه حتی شاید خودش میدونست که این اتفاقات میخواد بعدش پیش بیاد، ولی واقعا پایان یه پایان تلخی بود که با این ترک همیشه برای من باقی مونده. هیچ وقت روی استیج اجراش نکرد، هیچ وقت کسی از صدای ناصر اجرای صحنه ازش ندید و اینا خیلی دلگیر کننده بود برای من. اون ترک اصلا یه ماجرای عجیبی داره، اصلا اسمش هم راز دیگه، و رازی بود که از ناصر باقی موند و همچنان هم هست و خدا رو شکر به دل مردم خیلی نشست بعد از رفتنش. من با آبرو شدم، تونستم رفیقی باشم که حداقل بتونم کوچکترین کاری که میتونم بکنم یک ترکی رو براش انجام بدم که مردم دوست داشته باشن و با یادش همچنان زندگی بکنه. چطور کار میکنی مردا جون که آهنگایی که میسازی تو ذهن میمونه، آدم دوست داره زمزمه‌شون کنه؟ شاید یه ذره اغراق به نظر برسه این چیزایی که میخوام بگم، ولی واقعیتش اینه که این آهنگ ها خیلی اینا اتفاقن، اینا انگار یک موج و یک فرکانسی هن که یه لحظه به ذهن آدم میرسه و دیگه بعدش دیگه اصلا به وجود نمیاد. چون اگه اینجوری بود من هر روز میساختم، هر روز هیت میساختم، هر روز بهترین ها رو میساختم، طبیعتا پیش نمیاد. من فکر میکنم که خدای وقتی برای آدم یه نقطه ای رو در نظر میگیره برای موفقیت، مثل دادن یه هدیه هست، مثلا توی یه لحظه‌ای که برام یک ملودی خاص این شکلی شکل میگیره یا یه تنظیم خیلی خوب رو انجام میده، فکر نمی‌کنم دیگه چیزی بزرگتر از اون برای من توی زندگی وجود داشته باشه. احساس می‌کنم امپراتور جهانم توی اون لحظه. همه چیز دنیا رو دارم. من همه چیز دارم وقتی که بهترین کارا رو می‌ذارم. چقدر متفاوت کار کردی. آره من خیلی این شکلیم. حتی من... کار کودک هم انجام دادی. اصلا من کودک درونم همیشه فعال و زندگی این شکلی. هنوز هم مثل بچه های وقتی زندگی میکنم، شلوغ میکنم و دوست دارم زندگیم خیلی مشخص نباشه که دقیقاً فردام دقیقاً چه اتفاقی پیش میاد. کودک درون مرداد نصرتی موهاش فرفری بوده؟ کاملا همین شکلی. من هنوز فکر میکنم واقعا عین بچه‌ام، یعنی احساس میکنم که هنوزم 7 8 سالمه. خیلی وقتا موقع ساختن آهنگ ها مخصوصا کار کودکی که انجام میدم، چون من سالها درگیر موسیقی تئاتر بودم، جشنواره های کودک و نوجوان و همیشه اونجا مقام کسب میکردم تو اون جشنواره، و خیلی دوست داشتم اتفاقا با داریوش کار بکنم، با داریوش فرزیه عزیز. بله. همون پورنگی که همه میشناسن. بله. بله. و تقریبا الان ما نزدیک به 10 ساله داریم با هم کار میکنیم. برنامه های تلویزیونیش، همین سریال های جدیدی که کار کردیم، محله گل بلبل 1 و 2 و 3، همه این مجموعه رو کار کردم و با تمام میل و علاقه هم کار میکنم. میدونی یعنی چون دوست دارم این چیزا، این فضا رو. به همون اندازه با صحنه های تئاتر جدی و حالا به فضاهای دیگه، و همون اندازه با سینما. موسیقی امروز متاسفانه موسیقی نیست که خیلی جنس موسیقی ایرانی باشه، همه چیز توش هست. یعنی اگه در موسیقی قدیم نغماتی رو میشنیدیم، جملاتی رو میشنیدیم، آهنگایی رو میشنیدیم که خیلی باش هنوزم خاطره داریم از خیلی از خواننده ها، کاملا ایرانی بود، سفره ها ایرانی بودن، خونه ها ایرانی بود، همه دوست داشتن با علاقه با هم دیگه صحبت میکردن، کسی فارسی انگلیسی اینقدر اینجوری صحبت نمیکرد. فضا خیلی تغییر کرده. الان
تهیه کننده ها، خصوصا سرمایه گذارا بهتر بگم، چون تهیه کننده عموما نیستن. تهیه کننده کسی که باید شناخت نساد موسیقی داشته باشه و بدونه با خواننده‌اش دقیقاً به چه مسیری میخواد ورود کنه. سرمایه گذار عموما سرمایه گذاره و دنبال این هستن که پولشون برگرده، اینم حق طبیعیشونه. متاسفانه هنرمندا افتادن پشت این مسیر، به جای اینکه رهرو باشن، جلو باشن، جلودار باشن، وامیستن که ببینن مردم دقیقاً چه چیزی رو دوست دارن و براشون میسازن. و این شده که الان موسیقی ما به جای خیلی جای بدی رفته. من احساس میکنم که از اون پویایی و از اون قدرتی که میشه یک موزیسین، یک خواننده از موسیقی ایرانی داشته باشه ما خیلی دوریم. شما گفتیم موسیقی افول کرده پس. بله. چرا؟ این در همه هنرها در مملکت ما این اتفاق افتاده. سینمامون هم همین شکلی شده. شما سینما اگه فیلمتون کمدی نباشه نمیفروشه. شما اگه تئاترتون کمدی نباشه نمیفروشه. کتابها همین شکلی شده. یعنی در تمام امور هنری اصلا این افت بسیار وحشتناک در تمام موقعیت‌های هنری میشه قشنگ دید. و اینم به خاطر اینه که من فکر می‌کنم آدم‌ها خیلی دیگه حوصله ندارن، انگار خیلی دنیا رو دوست ندارن، انگار فقط دوست دارن که فقط یه کاری کرده باشن، یه پولی درآورده باشن و زندگیشون رو بگذرونن، بچه‌هاشون رو بزرگ کرده باشن و یه ذره سیستماتیک همه چیز میره جلو. متاسفانه شاید مثلا شاید بگم تقلید از خیلی از زندگی‌های بیرون از مرزها، نگاه کردن به خیلی از سلبریتی‌های بیرون از این مرزها باعث شده که ما اصل ایرانیمون از بین ببریم. ما افرادی رو دیدیم که از هنر سینما ورود پیدا کردن به دنیای موسیقی و متقابل. بله. افراد موفق رو ما بیشتر تو عرصه سینما دیدیم. یعنی موسیقی و موزیک هنر سخت‌تریه. قطع به یقین موسیقی با یک دانشی سر و کار داره که باید حتما یادش بگیری، باید حتما بلد باشی و ذاتاً باید اون کارم باشی. این چیزی که از ابتدا باید در نهاد یک موزیسین باید باشه. وارد عرصه خوانندگی شدید به صورت جدی. چطور میبینی خوانندگی رو این روزها؟ من سالهای خیلی گذشته که دقیقاً با همون دورانی که با ناصر شروع کردیم من میخوندم. بله. آلبومم تولید کردم، یه آلبومی به اسم کولی تولید کردم، 10 تا کارم آماده کردم، ضبط و مجوزش هم گرفتیم. اما احساس کردم که به اندازه‌ای که دارم آهنگ میسازم و به اندازه‌ای که موزیک بلدم و به اندازه‌ای که تحت تاثیر قرار دادم دیگرانو با آهنگهام، با صدام این کارو نکردم. یه مقدار دست نگه داشتم. وقتی با ناصرم صحبت کردیم به من گفتش که تو زمانهای بعد بذار برای دوران دیگه شروع بکن برای خوندن، که ایده‌ای برای خوندنت داشته باشی و صدات یونیک باشه و مدل خوندن خودتو پیدا کن. به خاطر تو بود اگه چشام روی زندگی بستم، نشد بهت بگم چقدر از این شبای بیخبر خستم، نشد بهت بگم چقدر برام عذاب زندگی بی تو، نشد بهت بگم نظر کسی ببینه بیقراری تو. به خاطر تو بود اگه هنوز به عشقمون بدهکارم، از هر کسی که باعث نبودن تو باشه بیزارم. عکس یادگاری از روزای خوب و با خودم دارم، هنوز به خاطر توه اگه من این شبا رو بیدارم. ای عشق فکر من باش، خیلی وقت زندگیمو غم گرفته. ای عشق خیلی تنها، اون که رفته قلبمو ازم گرفته. من همیشه شبیه خودم میکنم. اتفاقا نکته خیلی جالب یادم افتاد، یکی از تهیه کننده ها میگفتش که تو مشکل اینه که صدات یونیک مال خودته و شبیه به کسی نیست. گفتم این که باید موهبت من باشه، من یه اتفاق خوب دارم. گفت نه خب چون من باید خیلی بیشتر وقت بذارم تا تو رو معرفی بکنم به دیگران. گفتم نه خب پس ترجیح میدم که اصلا با هم دیگه کار نکنیم.
اون خوانندگی از اون موقع شروع کردم، کار کردم. الان احساس میکنم به دو دلیل دارم میخونم. یکی این که احساس میکنم که دارم درستتر از خیلی خیلی بهتر از گذشتم دارم این کار انجام میدم، و از اون مهمتر اینی که من هر چی که ساختم برای تمام خواننده هام، همه این کسایی که براشون کار ساختم، همه حتی خواننده هایی که خیلی معروفن الان و افتخار موفقیتشون اصلا به دلیل این بوده که با همدیگه با هم کار کردیم و برای من هم همین شکل بوده، هر چی که درآمدش بوده، هر چی که موفقیتش بوده، هر چی که اسمش بوده، هر چی که فکر بکنین برای یک خواننده به وجود میاد، و من صاحب اثر تقریبا هیچی. ما حتی یه چیز برگه‌هایی داشتیم که تهیه کننده ما میدونم که حقوق مادی و معنوی این کارو واگذار کنین. چیشو من واگذار، معنویتشو چجوری من واگذار کنم به شما؟ واقعا من چیکار باید بگم؟ این خیلی حرف خنده‌داری بود. آقا حقوق مادی و معنوی، یه دستمزدی میگیرم خیلی سطحی و کم و خواننده باش میلیارد در میاره بیرون. خیلی هم خوبه که این اتفاق پیش میاد، اما چرا من نیستم توی این پروژه؟ چرا من نباید از این درآمد سرشار خواننده سهمی داشته باشم؟ یعنی قاعدش تو ایران اینه که هیچ چیزی وجود نداره، هر کسی دوست داره میتونه آهنگساز باشه، میتونه اصلا تو کار نکنیم الان با کسی دیگه کار بکنیم. نه حالا با این ادبیاتی که من دارم میگم به این شکل واضح به من صحبت کنم، ولی واقعیتش اینه. من الان دوست دارم دیگه الان صاحب اثر خودم باشم. میخوام خوب یا بد یا زشت خودم الان این کار رو انجام بدم. و واقعا اینو از صمیم قلبم میگم، اگه این که فضا یه جوری بود که من میتونستم درآمد خودم و زندگی خودم از راه موزیک به اون صورتی که دلم میخواد پیگیری میکردم، شاید اصلا خوندن این شکلی پیگیری نمیکردم، نمیرفتم این کار رو انجام بدم. خیلی از دوستان دیگه ای هم که موزیسیانن و خواننده شدن و تست کردن و نتونستن نتیجه بگیرن، همین وضعیتی رو که من تجربه کردم و تجربه کردن. موزیک این مملکت هیچ حمایتی نداره. عموما سرمایه گذاره شخصی هم و کسی که پول میاره اصلا دنبالی که پول در بیاره، اصلا دنبالی نیست که تو هنر چیه. هر چقدر سخیفتر، هر چقدر زشتر، هر چقدر دورتر از عرصه هنری میگه بهتر. آقا چهار تا جمله هم اضافهش کن، اصلا شیرینش کن، اصلا کار، اصلا پایه رو ببر بندری، اصلا آب ببردمون کلا، اصلا قصه این شکلی شده. میدونید اینا تلخه. من مجبور میشم یه وقتی کاری رو انجام بدم که شاید خوشایند خودم نباشه. میخوام اشاره بکنم به یک نکته خیلی جالبی. بهروز صفاریان رو میخوام ازش صحبت بکنم که بهروز صفاریان تونست یک خواننده‌ای رو در یک دوره‌ای بیاره که واقعا قحط الرجال بود. یعنی کسی اصلا وجود نداشت، کسی در این عرصه نمیتونست کاری انجام بده. شادمهر عقیلی با موزیک و با تنظیم‌های خوب و استادانه و بروز بهروز صفاریان به اون نتیجه رسید و همچنان هم موفق، انشالله که همیشه موفق باشه. و همچنین خود بهروز آهنگساز مؤلف به یک چنین کسی میگن بتونه یک چنین اتفاقی رو پیش بیاره. در همون دوره باز محمد اصفهانی براش همین اتفاق پیش اومد در کنار فؤاد حجازی عزیز. اینا بستر این قصه بودن و مسیر باز میشد که شروع کنم به کار کردن. در کنار اینا گروه های فانی هم به شکل گرفت، مثل گروه آریان و خواننده های دیگه در این ماجرا. ناصر عبداللهی یه دفعه چهره جدیدی به این ماجرا اضافه کرد. کم کم داشت همه چیز درست میشد، انگاری که آزادانه برخورد کردن به ما یه وقتای شاید نمیاد. آزادیه که به وجود اومد همه چیز به هم ریخت. الان یه چیزایی داره قافیه های غلطی از شورای شعر داره مجوز میگیره که برای من خیلی عجیبه. اون جمله‌ای که آقا الان شما اصلا، من توی آهنگم یه جا کلمه بود به اسم لعنتی، میگه آقا لعنتی از این به بعد ممنوعه. لعنتی که من الان دارم استفاده میکنم، من مفهوم لعنت رو نمیخوام الان استفاده بکنم. ولی من تو موزیکای دیگه شنیدم الان دیگه این کلمه ممنوعه. من به شما خبر میدم، چون من مجوزی گرفتم لعنتی رو از توی کلمه، از توی شعر من حذف کردم. اون آزادی که توی سینما ما داریم میبینیم که همه جور حرفی رو میزنن و سکس پنهان پشت تمام جملات وجود داره، ما تو موزیکمون اصلا نداریم. اصلا ما جرئت نداریم الان بگیم آغوش، دست تو میگیرم، الان تو رو در آغوشم، اصلا چنین چیزی اصلا کلا انگار توهین بزرگی که ما داریم انجام میدیم. حرفایی که زدی برای من یه سوال به وجود میاره. این خط قرمزایی که شما راجبش صحبت میکنی برا جان، باید همه جا باشه. ما راجب عرصه هنر توی موسیقی و سینما صحبت کردیم. فکر نمی‌کنی این خط قرمزا یه مقدار توی بحث و توی عرصه موسیقی سخت گیرانه تره
این خط قرمزا به نظر من فروشیه، یعنی یه وقتایی یه با یه عرض بهتری به شما واگذار میشه با شرایط بهتر، و یه وقتایی به شما اجازه داده نمیشه چون شما رو کسی نمیشناسه. ادبیاتی که دارن تو ترانه استفاده میکنن به جز رابطه نمیتونه چیزی دیگه به نظر من باشه، و استفاده از یه سری رانت ها که کمک میکنه که این خواننده ها بیشتر و بیشتر فقط پولساز باشن برای تهیه کننده. شاید خود خواننده ها رو واقعا دوست نداشته باشن، اما تهیه کننده ها اینا رو به یه سمتی سوق میدن که فقط مثل دستگاه چاپ اسکناس به اینا نگاه میکنن و دارن ازشون پول در میارن. خیلی باید از ته قلبم افسرده بشم این جمله رو میگم، و اینو باید بگم که ما بد شانس ترین موزیسین های جهانی که داریم الان تو این دوره زندگی میکنیم و کار میکنیم. توی سینما ما میبینیم که یه جوونه 20 خورده ساله، حالا کمتر بیشتر، میاد در از چند وقت سوپر استار میشه. بله. تمام گیشه ها، تمام بیلبورد ها عکسش میره، کاراش زیاد میشه. توی موسیقی شما سراغ داری همچین کسی رو، همچین اتفاقی رو؟ در موسیقی طبیعتاً اتفاق نمیفته که موزیسیانی از سن مثلا 30 سالگی تازه آهنگساز بشه و دوچار مثلا اتفاق عجیب غریبی بشه که یهویی بتونه ماجرای جدیدی رو رقم بزنه. چرا؟ این تفاوت سینما و موسیقی به دلیل اینکه هنر موسیقی هنر برتریه و یه ذاته باید این کاره باشی و باید از کودکی تجربه کرده باشی و توان این کار رو داشته باشی. ممکنه برای یک خواننده پیش بیاد، ممکنه الان یه نفر با یه سن بالا مثلا یک آهنگی رو بخونه که مورد توجه آدم ها قرار بگیره، اما این آدم موزیسین نیست، این آدم فقط یک خواننده است. خواننده مثل یک بازیگر میمونه که توی سینما هم دقیقاً زیاد هستن جوونا و آدمایی که توی سن مثلا چند سال 40 سالگی هستن، ممکنه که اصلا به نقطه اوجشون رسیده باشن. اما موسیقی فراگیری داره، موسیقی دانش داره، موسیقی علم داره، موسیقی خیلی چیزهای دیگه ای داره که متاسفانه این روزها اصلا کسی بهش پردازش نمیکنه. میگن همین که بچه‌مون بلد خوب گیتار بزنه یا اینکه بلد خوب مثلا بخونه، یا اینکه خوشگله، الان میتونه الان خیلی آدما رو جلب کنه، اسمش اصلا اسم قشنگیه، میتونه اصلا یک فاکتورهایی اصلا اضافه شده به این جریان که اینا همش مکمل یک موفقیت برای یک خواننده خوب و یک موزیسین ایدئال هست، اما نه الزاماً یک چنین چیزهایی و آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی. چند درصد از بار هنری یا رسالت هنری یک اثر رو، یک موزیک رو بر عهده خواننده میبینی؟ ببین، خواننده مثل بازیگر میمونه توی یک فیلم، آهنگساز و تنظیم کننده. آهنگساز من همیشه میگم مثل نویسنده میمونه و تنظیم کننده مثل کارگردان. ترکیب اینا کنار هم دیگه همه رو میسازه. خیلی بازم تکرار میکنم، از من مثلا آهنگ مثلا ازم نخوا با تو میمونم و خیلی از خواننده های دیگه هم خواسته بودن که من حتی میخواستم اینا بخونن، انگار تقدیرش بر این نبود که اصلا اونا بخونن، و اگه اونا میخوندن الان این آهنگ فراموش شده بود، الان که هیچی، همون سال ها فراموش شده بود. اینا مکمل هم دیگن. یه کارگردان خوب وظیفش اینه که فیلمنامه خوبی رو انتخاب بکنه و بازیگر خوبی رو انتخاب بکنه که انجام بده کارشو، و اگه اینا کنار هم دیگه جواب ندن طبیعتا همه چیز به هم میریزه. یعنی اگر خواننده به کست موزیک سازیش وفادار باشه اتفاقهای قشنگتری میفته؟ قطعا این شکلیه. ببین باز اینم میخوام بگم، چون نه اینکه من موزیسینم دارم این حرف رو میزنم، اما بستر اصلی رو داره موزیسین انجام میده. اصلا باید اثری باشه که خواننده ای باشه، باید چیزی به وجود اومده باشه، چیزی باید شکل گرفته باشه، باید خلاقیت برای یک نفر شکل گرفته باشه، هارمونی رو شناخته باشه، ارکستراسیون شکل گرفته باشه که حالا الان خواننده خوش صدا و خوش ترکیبی تو این مجموعه حضور پیدا بکنه و بتونه اینو به گوش شنونده برسونه، و اگه نباشه که اصلا وجود نداره که اصلا. الان به یه نفر بگی گیتار کاملا این سازو میشناسه، شاید خیلی اصلا تو خونهشون داشته باشن، حتی ساز نمیزنن ولی دارن سات دکوری، چرا سازهای ایرانی رو مردم خوب نمیشناسن؟ من خیلی از جوانای زیر 20 سال رو دیدم فرق بین تار و ستار رو نمیدونن. خب باید چه جوری بدونن؟ کجا دیدن؟ کجا براشون پیش اومده که این سازو ببینن؟ رسانه ملی که الان 40 سال الان اجازه دیدن هیچ سازی رو نداده.
موسیقی ایرانی به خاطر همینه که الان فراموش داره میشه و جنسش به نظر من داره فراموش میشه. حالا اینا بعد درتاش صحبت بکنم. این سازو باید ببینن که بشناسن، اما توی تمام ماهواره ها، توی تمام ویدیوها، تمام جا بالاخره یه گیتار دیدن، درام میشناسن، گیتار، حتی فرق گیتار الکتریک، گیتار بیس، اینا همه برای بیننده ها تقریبا قابل حدس، قابل فهمه. و اینکه الان سازی رو که ندیدن چه شکلی میتونن بهش اصلا پردازش کنن، باید ببینن، باید بشناسن. این وظیفه رسانه ملیه، این وظیفه یک حوزه بزرگیه که این مجوز رو در اختیار موزیسین قرار بده که دیده بشه. اصلا چرا نباید ساز دیده بشه وقتی که صدا شنیده میشه این همه سال؟ واقعا ما باید یه مقداری از این فشارهایی که روی موسیقی بوده واقعا باید دست بردارن دیگه. اصلا قصه خیلی داره دیگه، زیادی میشه به نظر من. مردم بشناسن، ببینن، واقعا دلسوز باشن برای موسیقی، چون واقعا موسیقی خیلی اتفاقات بزرگی رو پیش آورده در تمام انقلاب ها، در تمام جریان ها، حتی انقلاب اسلامی خودمون. این همه سرودهای خوب، این همه اتفاقات خوب که کمک کرد به روند پیروزی انقلاب، مگه غیر از اینی که این موزیسین های مملکت بودن که این کار رو ساختن؟ گلدن تایم موسیقی ایران قبل از انقلاب کی بوده؟ بعد از انقلاب کی بوده؟ خب قطعا همه میدونن دیگه، به حال دهه 50 دوران طلایی موسیقی ما بوده. در اون دوران موزیسین‌های بزرگ مثل استاد واروژان، حسن شمعی‌زاده، سیاوش قمیشی، آندرانیک، برادران چشم‌آذر، بابک بیاد و خیلی کسای دیگه، صادق نجوکی که خیلی دوست دارم و خیلی اسامی که الان باز بخوام بهش فکر کنم یادم نیست الان دقیقا، اسفندیار منفردزاده عزیز، یعنی اینا واقعا حق خیلی بزرگی گردن همه ما دارن که به ما موزیک رو یاد دادن. ما بیشتر با شنیده هامون یاد گرفتیم و عاشق شدیم و تونستیم بسازیم، نه با آموزشی که حالا به حال دیدیم در هر سبک و هر شیوهی. فوق‌العاده بودن اونایی که زندن، انشالله خدا همیشه زنده نگهشون داره، سلامت باشن هر جا که هستن. اونایی که در قید حیات نیستن، امیدوارم که همیشه روحشون در آرامش باشه و همیشه به ما انرژی بدن که ما بتونیم ادامه بدیم. خواننده‌ای بوده که دلت میخواسته براش کار بسازی ولی نشده؟ آره، ولی فکر نمی‌کنم اینجا بتونم اسمشو بگم. یه جمله تو دوربین بهش بگو. من حتما برای شما کار میسازم خیلی بزودی. ولی نه، واقعا یه وقتی آدم دوست داره کارهایی رو بکنه که شاید شرایط بهش اجازه نمیده. من همیشه سعی کردم که توی این مملکت و با این شرایط موسیقی اینجا همیشه با سخت‌ترینش کار کنار بیام و کار کنم و ادامه بدم. بزرگترین اشتباهتون توی زندگی چی بوده؟ بزرگترین اشتباه هم دوران مصرف خیلی از موادایی که تجربه کردم توی زندگی، تجربه خیلی خطاهایی که شاید خیلی کسا جرئت نکنن توش ورود کنن تجربه کردم، ازدواجی که فکر میکنم کار درستی نکردم، بیراه رفتن یا از کجراه رفتن بدون آگاهی. قطعا یه وقتایی با خودش داستانایی داری که جبران ناپذیره، گرچه برای من نبوده، من همه چیزو جبران کردم به لطف خدا. من همیشه برای خودم معجزه زندگی خودم بودم، از خودم لذت میبرم، نه به این دلیل اینکه الان بگم من خیلی باحالم. من هر چیزی رو تجربه کردم، به سخت ترین چیزها، با بدترین و تلخ ترین خاطره ها اومدم از سوش بیرون، بازم زنده اومدم بیرون. به قولی که دوستان میگفت تو مثل سوسک میمونی، وقتی همیشه خودتو ترمیم میکنی دوباره برمیگردی به زندگی، و من خوشحالم از اینکه این کارو کردم همیشه. اگه برگردی به گذشته چه کاری رو انجام نمیدی؟ چه کاری رو دلت میخواد انجام بدی؟ اگه برگردم به گذشته نمیذارم ناصر عبداللهی بره بندر عباس زندگی کنه. این تنها کاریه که نمیکنم، تنها کاریه که میکنم و تمام تجربیاتی که گذشته تست کردم و همه رو باز دوباره تست میکنم. آرزویی داری که بهش نرسیدی؟ من هیچ وقت تو زندگیم آرزویی نداشتم، هیچ وقت. یعنی اصلا آرزو رو، یه چیزایی رو دوست دارم بهش برسم، دوست دارم چه میدونم کار کنم، خوانندگیمو بیشتر کنم، رو استیج برم فلان اینا رو دوست، ولی آرزویی ندارم. من همین که زندگی دارم میکنم تو این دنیا خیلی دارم لذت میبرم، ممنونم از خدا که من آورد به این دنیا. من چیزی از این دنیا نمیخوام به جز اون چیزهایی که خودم تجربه کردم، کسب کردم و بازم در این زمینه فعالیت میکنم، کار میکنم. امیدوارم که مثمر ثمر باشم برای اطرافیانم، مردمم،
برای موزیک، برای خودم. همین. تشریف آوردید پیش ما، میبینم که سازتون هم آوردین. بله. من اصلا مدعیم به این که میگم هر کسی که آهنگ میسازه باید بلد باشه خودشم خوب بخونه. بله. و اصلا خوندن و اساسا هر لحظه باید بتونی بخونی. صدام گرفت و نمیدونم الان نمیتونم و این قصه ها و اینا نداریم. باید در هر لحظه و در هر زمانی بخونی. یه چند تا کاراتو لطفا برامون معرفی کن و یکیشو برامون بخون. در مورد آهنگ راز خیلی حرف زدیم و این کارم خیلی دوست دارم و چون هیچ وقت اجرا نشده دوست دارم تو این لحظه حداقل بخونمش و تقدیم کنم به روح بزرگ ناصر عبداللهی عزیز از جمع گروهمون، بچه‌هایی که کار کردیم توی این مجموعه و دوستانی که توی آلبوم ماندگار کمک کردن. همه کنار هم دیگه بودیم، آلبوم آخر رو کار کردیم، خصوصا برادرم که حق استادی گردن من داره، یادش بخیر، نیمای وارسته عزیز که تو مجموعه خیلی زحمت کشید، خدا رحمتش کنه. و دوستان دیگه‌ای که تو اون مجموعه بودن، آقای چراغعلی، آقای فرزاد فرومن و همه دوستان دیگه. من این ترانه رو با عزتون میخونم و با هم حال کنیم دیگه. لذت میبرم اجرا میکنم. زخم کهنه روی بالم، یاسمون که چشم رام نیست، به غیر واژه غریبی چیزی توی ترانه ها نیست، حتی یه آینه پیش روم نیست که اسممو یادم بیاره. تنها ترین مسافر شب تو خلوتم پا نمیذاره، ازم نخوا با تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخوا با تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی. لا 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 La 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 la. دل من از نژاد عشق، از تو و از ترانه لبریز، یه دنیا غم توی صدامه، مثل سکوت تلخ پاییز، من یه پرنده قریبم، من از نژاد آسمونم، میونه این همه ستاره، من یه شهاب بینشونم، ازم نخوا با تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، آی تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی. مرسی مرسی، روح شاد ناصر عبداللهی. مطمئنم مردم هم لذت بردم. خواهش میکنم. کار خیلی قشنگی بود. میخوام رو به دوربین خطاب به یه نفر، مهم نیست، هر کسی که دوست داری، 30 ثانیه صحبت کنی یا یکی دو تا جمله بهش بگی. هر چی که دوست دارم؟ هر چی که دوست داری، به هر کسی که دوست داری، اصلا هم نیازی نیست اسمشو بگی.
ببین تنظیم‌ها رو خیلی خوب بزن، فردا من نیاز دارم حتما این کار رو برسونی. و اینکه اون هارمونی جدیدم که امروز بهت گفتم دقیقاً چه شکلی انجام بشه، اونا رو هم دقیقاً توش لحاظ کن. میشه آدم رو عوض کنم یه تون تون پشت هم؟ بله. یکی دیگه از دوستان که بعد یه کار دیگری رو انجام بده، لطفاً این ملودی رو هم برسونیم. 30 ثانیه تموم شد. و تو هم خیلی دوست دارم، خیلی خیلی زیاد. اگر صحبت پایانی داری برای مخاطبای موزیک نووا، دورمی در اختیار شماست. من سال هاست که پایان هر مصاحبه ای، حالا چه نوشتاری باشه، چه صوتی، چه تصویری، به خودم اینو قول دادم که دقیقاً در رابطه با این موضوع فقط حرف بزنم و جمله پایانی هم همیشه همینه. چون واقعاً هیچ چیزی رو تو این دنیا نیست که الان بخوام داشته باشم یا اینکه بخوام تجربهش بکنم. حسرت من تو این روزا که هر چقدر بیشتر جلو میریم، نبودن یک هنرمند ناب مثل ناصر عبداللهیه که فقدانش انقدر تلخ و سنگینه که روز به روز که موسیقی داره به این ورطه ناآگاهی میره، حضور چنین آدمی الزامش بیشتره برای من. از خدا میخوام یه بار دیگه به ما این رحم رو بکنه و انرژی صدای ناصر عبداللهی رو دوباره به زمین برگردونه و ما دوباره چنین صدایی رو و چنین آدمی رو و چنین حضوری رو کنار خودمون لمس کنیم، چون صمیمی‌ترین اتفاق زندگی بود که من تجربه کردم و دیدم. خیلی ممنونم، مرسی. قربونت برم. خیلی ممنونم که ما رو دیدید. خیلی خوشحالتر میشم اگر که نظراتتون رو روی صفحه موزیک نووا برای ما بنویسید، حتی اگر انتقاد باشه، چون قطعا باعث میشه که ما برنامه‌های بهتری براتون بسازیم. وقت و اوقات به کام، شاد باشید.